دیشب هفتاد و هشتمی مراسم جوایز گلدن گلوب برگزار شد و اعضای انجمن مطبوعاتی خارجی هالیوود به بهترین های دنیای سینما و تلویزیون جایزه دادند. جایزه بهترین فیلم درام به سرزمین آواره ها یا اشایر رسید که تا اینجا بیش از 150 جایزه از جشنواره‌های های مختلف گرفته. خیلی از منتقدان میگن در اسکار هم از شانس های اصلیه برای دومین بار در تاریخ این جوایز جایزه بهترین کارگردانی هم به یک زن رسید که البته اولین زن آسیایی تبار هم هست که جایزه بهترین کارگردانی رو میگیره هفتاد و هشت سال پیش انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اولین دوره این جوایز رو برگزار کرد گفته میشه چون قبل از اسکار برگزار میشه حتی روی رأی اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا هم تأثیر داره اینها بعضی از فیلم هایی بودن که در سالهای اخیر جایزه گلدن گروپ رو گرفتن و بعد از اون جایزه اسکار رو هم از آن خودشون کردن معمولا چند هفته قبل از مراسم با مشخص کردن فیلم ها و سریال های تلویزیونی که در طول سال به نمایش در از اعضای انجمن که الان 87 نفرن میخوان نامزدهاشون رو در هر رشته اعلام کنن و بهشون از یک تا پنج امتیاز بدن و چند هفته بعد هم از ازشون میخوان که در هر رشته بهترین رو انتخاب کنند البته امسال انتقاداتی هم به گلدن گلوب شد مثلا اینکه در مورد اینکه اعضای انجمن میتونن هدایای شرکت های سازنده فیلم و سریال رو قبول کنن و این ممکنه روی رأیشون اثر بذاره کم توجهی به فیلم های مربوط به غیر سفید پوستان هم مورد انتقاد قرار گرفته همینطور در بین اعضا حتی یک سیاه پوست هم نبود سینما ایران تا به حال یک جایزه گلدن گلوب برده جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی که در سال 1390 به عنوان بهترین فیلم خارجی شناخته شد اما در مورد جزئیات بیشتر مراسم امسال و تفاوتاش با سالهای قبل اینجا در استودیو همکارم نوید قزنفری با ما نوید اول در مورد همین اسم این فیلم ها هم همیشه اختلاف نظر وجود داره بالاخره آواره ها یا اشایر من در واقع سرزمین کوچنشینان یا سرزمین خانه به دوشان ترجمه کنن به خاطر اینکه در واقع لایف استایل این سبک زندگی این کاراکترایی که توی فیلم هستن اینه که نه اینکه فقیر و بیچاره هستن و نمیتونن که مشکل فیلم مشکل معیشتی هست منتها بحث این نیست که نمیتونن از عهده در واقع سرپناه بر بیان دوست دارن که به این مدل زندگی بکنن از این مشکلات فنی که ما هم امشب کم نداشتیم در حتی مراسم دیشب هم دیدم همون اولین جایزه که میخواستم بدن صدا برقرار نشد فردا حالا من میخوام به طور کل یکم بیشتر بگم راجع به همین حال سوتی ها یا اشتباه های تکنیکی که وجود اومد ما همیشه هر سال منتظر بودیم که این قافلگیری توی نامزدی ها یا توی جوایز پیش بیاد به نظر من امسال نکته ای که بود این, این قافلگیری ها بیشتر توی همین اتفاقاتی بود که تهیه برنامه به وجود اومد حتی شخیه ها اونقدر بامزه نبود که این اتفاق ها باعث شد که جذابیت بده به ماجرا مثلا جان بویگا همون اول انتظار نداشت که جایزه رو بگیره برای برای نقش مکمل توی سریال استیو مکوین شلوارش رو نشون داد گفت ببین اصلا لباس هم آماده نیست حتی و چون فقط بالا روی روی حال ارتباط اسکایپی بوده اینا اتفاقا به نظرم خیلی همه نشسته بودن کنار خانواده‌شون روی کاناپه و اینکه مثل ما اون خیلی احساس خودمونی به آدم دست میداد به نظرم اون حتی از جوایز و نامزدها خیلی بهتر بود خیلی هم با تیشرت و لباس‌های عادی بود برخلاف معمول که با تاکسیدو و لباس‌های بسیار عیونی ظاهر میشن اینو میخوام ازت بپرسم که خیلی تمرکز شده بود روی در واقع اینکه اقلیت ها گرایش های مختلف جنسی هم حضور پررنگتری داشته باشن به نظر میاد که حتی خود برگزار مراسم هم در واقع به خود مراسم انتقادی داشتن انتقاد بود فرداد ولی به نظر من دیشب اگر به یک برند کلی بگیریم حتی اگه با احتساب کسایی که جوایز رو اهدا میکردن و آه، یا مثلا س س س سفرای در واقع اچ که دیشب فرزندان اسپایکلی بودن به نظر من حضور اقلیت های نژادی بعد از میتونیم بگیم مثلا حالا تم مهاجر و اینکه همون بحث روند آسیایی ها چون امسال هم به حال جایزه به یک زن آسیایی رسید آه. مثل پارسال که به یک فیلم کره ای البته منظور من درخششش است نه, الزامن الزاما در گلدن گلوب ولی خب فیلم انگل خود انجمن بود نه برنده ها چون سیاه پوستی مثلا میگن در خود اعضای انجامن وجود نداره این, این, انتقاد بهشون وجود داشت ولی اگر که دقت کنید در روند انتخاب نامزدها و یا برنده ها میبینیم که این اصلا نمود پیدا میکنه و حتی به نظر من دیشب جوری شب اقلیت های نجادی میشد که خونده بشه و یک تفاوت عمده اگر بخوای بگی بجز حالا این بخش فنیش فن باز سالهای پیش چه بود؟ نکته که خیلی برای من های اهمیت دیشب اینکه خب به حال خودت گفتی اولین زن آسیایی در واقع برنده این در نامزد ها هم بعد من این رو بگم که برای اولین بار ما سه تا نامزد زن داشتیم در قسمت کارگردان ها که این خودش در نوع خودش بی نظیره و تال نداشتیم همچین چیز رو تعداد مردا در واقع دو نفر, دو نفر بودن و زنها سه نفر که این برای اولین بار اتفاق افتاد نکته دیگه که دوست داشتم بگم به هر حال بازم دیوید فینچر بود که همچنان نتونست که گلدن گلوب رو ببره